رژیم آخوندی در یک جنایت ضد بشری صبح چهارشنبه سیزدهم اسفند ماه شش زندانی سیاسی از هموطنان اهل سنت را اعدام کرد به دنبال این جنایت خانم مریم رجوی شهادت قهرمانانی شش زندانی سیاسی اهل سنت فرزندان دلیر مردم کردستان را به مردم کردستان و اهل سنت و به ویژه خانوادی این شهیدان تسلیت گفت و از عموم مردم ایران از هر دین و مذهب و مرا میخواست به همبستگی با خانواده شهیدان و اهل سنت در سراسر سر کشور برخیزند. خانم رجبی همچنین خواستار محکومیت قاطع این اعدامهای خودسرانه و جمعی از سوی جامعه بین المللی به ویژه دبیر کل و شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا و آمریکا و اقدام فوری برای توقف این روند جنایتکارانه و ارجاع پرونده جنایت رژیم آخوندی به ویژه اعدام زندانیان سیاسی به دادگاه بین المللی جنایی شد به افزود اعدام جنایتکارانی جوانان برومند اهل سنت در حالی است که نیروی تروریستی قدس و شبه نظامیان مزدورش بیوقفه به کشتار بیرحمانی اهل سنت در عراق مشغولند در ادامه اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است اعدام این شش زندانی سیاسی و دهها اعدام دیگر همزمان با دور جدید مذاکرات رژیم ایران و دولت آمریکا بر سر پروژه اتمی در مونتروی سوئیس صورت میگیرد. سکوت و بیعملی در برابر این جنایات ضد بشری تشویق این رژیم به ادامه این جنایات و عملا به معنی همدستی با این رژیم در تشدید سرکوب و کشتار است که رژیم ایران برای جلوگیری از خیزش های مردمی همزمان با مذاکرات اتمی به آن به شدت نیازمند است دشخیمان فاشیسم دینی حاکم بر ایران شش زندانی سیاسی اهل سنت کرد آقایان حامد احمدی سی و ساله جهانگیر و جمشید دهقانی دو برادر 28 ساله و 29 ساله کمال مولایی سی ساله صدیق محمدی 28 ساله و هادی حسینی 31 ساله در حال اعتصاب غذا و در شرایطی که مجروح بودند به دارا ویختند. این زندانیان از جمله 33 سی سی زندانی سنی مذهب بودند که در بیدادگاه های رژیم آخوندی به اتهام آخوند ساخته تبلیغ علیه نظام افساد فلعرز و محاربه متهم و به اعدام محکوم شدند در پایان اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است رژیم آخوندی از تحویل اجساد شهیدان به اعضای خانواده آنها خودداری کرده و اجازه انتقال به زادگاهشان در کردستان را نمیدهد. ظاهرا دشقیمان در وحشت از اعتراضات مردمی در کردستان قصد دارند پیکرها را در گورستانی در کرج صدها کیلومتر دورتر از خانو... خانوادهشان دفن کنند